درود، من در سمرقند هستم، در این برنامه، در بلور بنفش، درهای بسته این بنای تاریخی رو باز میکنیم و در پشت آن چه میبینیم؟ ولی پیش از آن برنامه رو آغاز میکنیم با آهنگ هایی که در این شهر در یک هفته نواخته شد در تابستان. این ماکت یا نمونه ای از خانه امیر تیمون گورکانی در شهری که زاده شد، در اون شهر سبز. برگشتیم به برنامه، به قسمت موزه برنامه برو بنفش. برنامه ما مخلوطی از جشنواره ترانه شرق در سمرقند در اتفاق میفته و دیدنی های دیگرش که دیدنی های تاریخی است که در تاریخ ما هم وجود داشته و اسمش شهیدی. در رصدخانه اولوغبک هستیم. اینجا بنای موزه جدیدیه که از بازمانده رصدخانه اولوغبک ساختن. در این بلندی زمانی ساختمان شگفت انگیزی بوده که نوابق ریاضی و ستاره شناسی زمان از داخلش آسمان شب و ماه و ستارگان و خورشید رو نگاه میکردن و تقویم سال و روز و ماه رو محاسبه. این بنا 100 سالی بعد از ساخته شدنش به دست متعصبان مذهبی زمان نابود میشه، چرا که اعتقاد داشتن این بنای ترویج کفره. و اکنون فقط نقشه ای از ساختمان باقی مونده که نتیجه کاوش و کشف باستانشناسان. اما اولوغبک که تندیس خیالیش رو در ورودی این رصدخانه گذاشتن، پادشاه دوره تیموری بوده و نوه تیمور گورکانی، پادشاه دانشمند و هنردوست. در زمانش ساختمان‌های شگفتی در سمرقند ساخته میشه که یکی از اونها این رصدخانه است. خود اولوغبک اما به دست فرزندش کشته شد و مدیریت رصدخانه به این دلیل به منجم نابغه زمان غیاث‌الدین جمشید کاشانی افتاد، کسی که ستاره شناس، شمارشگر یا ریاضیدانی بود که 4 عمل اصلی ریاضی رو تکمیل کرد، به ویژه ضرب و تقسیم رو، و مخترعی بود که ابزار ستاره شناسی استرلاب رو در این بنا ساخت و کتاب زیج اولوغبک رو به همراه مدیر قبلی رصدخانه علی قوشچی کامل کرد. نسخه قدیمی از این کتاب و نمونه های از جزئیات رصدخانه در موزه به نمایش گذاشته شده. تصور میشه که این شکل رصدخانه هستش که بیرون خرابه ازش باقی مونده، شکل دایره‌ای داشته و چند طبقه بوده، 3 طبقه،
و در بالاش هم شکل خورشیده که تقسیم شده به 12 قسمت که 12 برج هستش. خط کشی کردن که کدوم برج در کجا خواهد بود. و بعد بالاش هم این وسایل استرلاب هستش. این ابزار ستاره شناسی بوده و از مدل قرن 8 میلادی که میشه در حدود 1300 سال پیش که یونانی اختراع کردن، ایرانی ها میان اونو خود تغییر میدن. ابوالعباس نیریزی اولین تغییرات رو داده بوده که میشه باش رصد کنن و ستاره شناسی کنن. یک سوراخی رو اینجا میبینیم، یک دایره ای رو. این در اصل مثل عدسی تلسکوپ رفتار میکرده و از داخل اون زیر یک راه پله‌ای بوده که با بالا پایین رفتنش مثلا جای مختلفی از آسمون رو به صورت خیلی محدود ببینن و رصد کنن. یعنی از پایین پایین زیر زمین می‌رفته تا طبقه آخر این حرکت که باش قسمت‌های مختلف رو می‌دن. اینجا یه دونه هست. این کتاب خیلی جالبه. کتاب قدیمی هست که ترجمه بیرجندی هست ایرانی از نوشته های اولوغ بیگ، از کتاب زیج که کتاب ستاره شناسی اولوغ بیگ بوده که نتیجه آزمایشاتش و مشاهداتش در همین رصدخانه بوده. این خیلی جالبه. این مینیاتوریه از کمال الدین بهزاد، بهزاد دوران تیموری که ساخته شدن مسجدی رو داره نشون میده که چه کار به این قیافه هاشون، صورت ها، چه سعی کرده بوده که واقع بینانه به این نگاه کنه. و این هم وسایل دیگه معماری است. این قیافش جالبه، ریش نداره. این هم نقاشی باز از کمال الدین بهزاد از ساخته شدن یکی از مدرسه های ریگستان که به این شکل داربست میزدن، نردبون میرفتن بالا. حتی یک کارگر سیاه‌پوست اینجا میبینی. این نشون میده که چه تنوع نژادی در اون زمان در این شهر سمرقند بوده. ملیت‌های مختلف اینجا بودن، مثل لشکر تیمور که سربازش از ارمنی بوده تا چینی. و این هم همون مدرسه که دارم میسازم، مدرسه اولوغ بیگ، که این صحنه روبروش هست که الان صحنه جشنواره و موسیقی در آسیای مرکزی. و این ابزار جالبه که باش خاک و گل رو برمی‌داشتن، چیزای شبیه به وان کم عمق. عین این سینی کاسه چوبی رو یک گروه کلیان مجارستانی در جشنواره که همینجا در امشب داره برگزار میشه اجرا میکنن. خیلی جالب می‌بینیم یک وسیله‌ای به عنوان ساز موسیقی استفاده میشه. این مال 700 سال پیشه، اون یکی مال همین 10-20 سال پیش. خیلی جالب. دایره فرضی رصدخانه هستش. این بالای یک تپه هست مشرف به شهر سمرقند میشه. شهر سمرقند رو اینجا دید زیر پامون و کوهای اطرافش رو. بریم ببینیم که راپله چه شکلی بوده. اونجاست، پیداش کردن چند سال پیش. اینم درگاه الان هستش. قبلا درگاه جلوتر بوده و 30 متر ارتفاع ساختمون بوده و در حدود 10 متر هم پایین میرفته این راپله نیم دایرش. خیلی جالب. این قسمتی از نیم دایره راهپله که میرزا اولوغ بیگ و ستاره شناسان دیگه روش قدم میزدن و این درست مابین دو تا رو به آسمون نگاه کردن اون سوراخ رو میدن روی سقف که در 30 متری بوده و از طریقش آسمان رو که حرکت میکرد بالا سرشون رصد میکردن. و حتی درجاتی
رو نوشتن روی این دو خطی که این دوور میبینیم سنگیه به صورت ریل رفته، اونجا حتی هنوز اثراتی از درجاتی که نوشتن هستش. بسیار جالبه چون که بعد از مرگ میرزا اولوغبک رصدخانه رو خراب میکنن و تلی از خاک باقی میمونه. نزدیک به 110 سال پیش میان و این خاک ها رو کنار میزنن، اینجا رو کاوش میکنن. واسه همین این خاک میبینید دو پر رفته، واقعا اینا رو کندن و میرسن به این راپله معروف، ولی بقیهش یه به کل خراب شده بوده، نه اثری از ساختمان مونده، نه اثری از در و نه سقف و نه اون حلقه دار بالای سقفش، و اینجا پی اون ساختمون رو میشه دید در است. بسیار جالب، بسیار آموزنده. پایان این قسمت در این برنامه، ولی برنامه ادامه داره، به موزه میریم. در اونجا چیزی هست که ربط داره به بقیه برنامه ما و به این دوره و این شهر که سمرقند است. این طبل جنگی هست که اینجا بهش میگن بارابان، همون کوس خواهد بود، مدل کوچیکش که تهش هم به صورت قیفی و یه حلقه داره که آویزون میکنن دور و بر اسب، شاید هم به گردنش اون مینواختن. این مال نزدیک به 600 سال پیشه و همینجور باقی مونده و چقدر هم زیبا روش کار شده. و این طبل شاید نه، ولی طبل‌های دیگری در این شهر به صدا در آمدند در جشنواره ترانه شرق سال 98. ببینیم. و این هم گروهی هستن از آمریکا، گروه هن هاوس پرولرز که سخته بتونم ترجمهش کنم، ولی هن هاوس که میشه مرغدونی، پرولرز هم
روباهی چیزی که میاد یواشکی اینا رو بقاپه. Good to see you. بچه برای من خیلی جالبه که از آمریکا به عنوان موسیقی سنتی ملی محلی اومدن. سبک ما بلوگراسه که از موسیقی کانتری یا همون موسیقی محلی آمریکا ریشه گرفته. ما خیلی به اصالتش وفاداریم و دقیق اجراش میکنیم. البته قیافه همون رسمیه چون که ارادت خاصی به مبتکر این سبک بیلمان داریم. البته بیلمان خودش کشاورز و روستایی بوده و برای اینکه بقیه آمریکایی‌ها جدیش بگیرن کت و شلوار می‌پوشیده، در حالی که در حالت معمولی لباس ساده‌ای داشته. اسم این سبک هم که معنیش میشه چمن کبود یا چمن آبی، مربوط به طبیعت محل پیدایش این موسیقیه. جالب حرفی که ایشون میزنن، چون حسین تهرانی نوازنده تنبک هم دقیقاً همین کارو کرد. گفت من کت شلوار می‌پوشم تا تنبک رو از ته سفره به سر سفره بیارم و این کار واقعا ایشون کرد. تنبک یکی از سازه جدی موسیقی اصلی ماست. It's great to hear. You said منظورتون از این چمن آبی بلوگراس چیه؟ در ایالت کنتاکی نوع چمن یا علف در میاد که اگه کوتاش نکنی گلهای آبی رنگ میده. اسم این سبک از این گلها اومده. I see, that's very common. So خیلی جالبه، کنتاکی هم جایی که اون مرغای معروف میاد در زمین، مرغای سوخاری. و I can see, of course. البته واضحه این ساز بانجوه، مدل پنج سیمش. با دیس اینترستینگ وان، یک سیم دیگه هم اینجا داره. اصل این ساز و برده ها از آفریقا آوردن آمریکا. شبیهش رو در آفریقای غربی میسازن ولی دستش کوتاه‌تره. هنوزم نواخته میشه. ولی دیگه این ساز جزوی از ساختار موسیقی اصیل و بومی آمریکا شده. بقیه سازهای آمریکایی هم همینه، از کشورهای دیگه وارد شده. خیلی خوبه که کسایی مثل شما هستن که بر بنای موسیقی محلی کارهای جدید میسازن. بیشتر کشورها موسیقی محلی رو هی بازخونی میکنن و خیلی کم کار جدید به اون سبک بیرون میدن و ترجیح میدن که اون آهنگ قدیمی رو از روی تنبلی مدرن کنن، تغییر بدن تا که آهنگ جدیدی بسازن. برای ما جو این شهر و فستیوالش خیلی خوب بوده. خیلی چیزهای جدیدی یاد گرفتیم. در اصل ما رو سفارت آمریکا به اینجا دعوت کرد. به همین خاطر تونستیم همون روزهای اول خیلی از موزیسین‌های ازبک رو ببینیم و فرهنگشون رو بشناسیم. تو این مدت هم یکی از آهنگ‌های ازبکی رو یاد گرفتیم و به همین روش بلوگراس زدیم که خیلی هم روی اینترنت پربیننده شده. آهنگ ازبکی که دارم می‌زنم. It's called Kupalama. Okay, bestimmt. Kupalama, ha, ha, Kupalama. Moli mochi suchi, Kupalama. Senta rosa mochi, Kupalama. Chanta sadu koinga, Kupalama. Fantastic. Thank you so much. That's great. It was a great pleasure seeing you. درس عبرت بسیار جالب بود از کشوری که خیلی از جوانه ما بهش نگاه میکنن به عنوان دنیای آینده، دنیای تفاوت‌ها، دنیای غرب. خودشون این گروهی که میبینین بر اساس موسیقی اصیلشون، موسیقی محلیشون اومدن آهنگ‌های جدید ساختن. یعنی حرف نو رو هنوز بر اساس اصالتش می‌زنن. واقعا درود بهشون. نفتن خودشون گم کردن توی دیسکو. Truck, two gas tanks, and a rocket pack.
اینجا گروه سنتی محلی ازبک هستن که دارن تمرین میکنن برای برنامه امشب. یک فن خیلی جذابی رو که داشتن اجرا میکنن، خواننده‌هاشون از نلبکی استفاده کردن برای دادن انعکاس به صداشون، که ازشون به زودی خواهم خواست که برای ما اونو اجرا کنن. من کجا این سبک به وجود اومده، من تا تو عمرم ندیده بودم، خیلی جاده، بسیارم زیبا میخونن. گروه صنایع نفیس از ازبکستان که اینجا هستن، همه میبینی که استادکارن، ولی جالب دو خواننده هن که اینجا دارن با خودشون صحبت میکنن. و این روش خواندن از فرغانه میاد یا ما میگه فرغانه، که نلبکی رو میگیرن یا بشقاب های بزرگتر و به عنوان پژواک یا انعکاس یا اکو ازش استفاده میکنن. یه تیکه میشه بخونه. خیلی قشنگ، خیلی خیلی با احساس. گروه صنایع نفیس. از مهاجران ایرانی که صد و خورده‌ای سال گذشته به سمرقند و بخارا مهاجرت کردن و زبون اصلیشون از ترکی آذری هستش، ولی خودشون ایرانی میدن، محله‌های جداگانه هم دارن.